سلام بچه ها، امیدوارم پر انرژی و عالی باشین، درجه یک باشین. بچه ها اومدیم با یه شب امتحان دیگه، شب امتحانی که به شدت پر درخواست بود. یعنی حقیقتا من نمیخواستم این شب امتحان نهم رو بگیرم، ولی به درخواست شما آماده کردیم مطالب روی خلاصه فوق العاده توپ آماده شده. بچه خیلی خفن نگاه کنید، خلاصه منظم مرتب همه نکات توش گفته شده، یعنی خلاصه یکی جامعیت داره. ما بینش بر اساس هر بخشی ما سوال امتحانی براتون آوردیم، نمونه سوال امتحانی آوردیم، نمونه سوال امتحانی مدارس تیزوشان هست داخلش، مدارس برتر هست داخلش، و یک نوع جمع‌بندی فصل یک و دو علوم شماست که تو بحث شیمی ما داریم عملا کار میکنیم. البته این نکته رو بگم، من خیلی کم توی زمینه نهم ورود میکنم و در موردش صحبت میکنم، مگر اینکه توی حوزه تیزوشان باشه که سال پیش بچه‌ها تو کلاس‌های تیزوشان شرکت کردن، تو کلاس‌های رایگان شب امتحان تیزوشان که خداشکر نتیجه خوبی هم گرفتن. بس بر همین اساس من سعی کردم که برای شما یه کار ویژه انجام بدم و از شما خواهشی که دارم اینه، حتما این محتوا رو بین دوستاتون پخش کنید که بقیه دوستاتون هم بتونن استفاده بکنن و یه جوری میتونیم بگیم در حد خیلی ناچیز جبران زحمات تیمی که این پکیج رو آماده کرده باشه. و نکته بعدی بچه ها، ازتون خواهش میکنم مو به مو این مباحثی که میگم رو بهش دقت کنید و بر همین اساس عمل کنید، به همین شکل بنویسین تا بتونید بهترین نتیجه رو توی امتحانتون بگیرین. حالا بعضی از بچه ها میگم امتحان علوم ما چند بخشه، بچه ها برای من مهم نیست علومتون زیست داره، فیزیک داره، اینا اصلا کاری ندارم، من فقط به این بخش شیمیش کار دارم که دو فصل اولتونه، سه فصل اولتونه که دو فصل امتحانه برای خیلی از مدارس، و من میخوام این بخش رو برای شما پوشش بدم جوری که همین به عنوان یادگاری تو سال بعدتون هم تاثیرگذار باشه و حواستون باشه. یعنی این صرفا یه مبحثی نیست که بگیم مثلا از نهم جمع‌آوری شده، دیده من دیده دور دومی و دیده کنکوری روی مباحث حتی پایه نهم. بس حواستون جمع باشه، نه تنها از لحاظ تشریح بررسی میکنیم بلکه عمقی هم میشیم داخل مطالب، میخوایم جوری مطالب رو بیایم بررسی بکنیم که شما متوجه بشین، نه اینکه حفظش کنیم. البته بعضی از مباحث سال نهم شما و حتی دهم یازدهم دوازدهم تو بحث شیمی حفظیه بچه، من مباحث حفظی که آوردم توی خلاصه دیگه موقع حل سوالات اصلا به اونا مراجعه نمی کنم، میگم به عهده خودتون، خودتون باید زحمت بکشین برین از این مطالب حفظی نگاهی بندازین. 40 تا دونه اسلاید بچه اگه بخواین کنار هم بذارین، سوالو حالا به انضمام خلاصه، یعنی سوالات رو با خلاصه ها جمع بزنید، به علاوه اون چیزایی که من اضافه کردم، سر هم 10 برگ یا 20 صفحه هم نمیشه، چون هر یه دونه اینا رو، هر دو تا از این صفحه ها رو شما میتونید توی یک صفحه چاپ بگیرین، یعنی هر دو اسلاید میشه یک صفحه، بعد اگر پشت رو در نظر بگیرین کلا میشه 10 برگ، یعنی با 10 برگ میخوایم جمع بندی کنیم، خیلی حرفه. بریم با هم بررسی کنیم بچه‌ها. ما ابتدا در مورد مواد باید صحبت کنیم، دسته‌بندی مواد از لحاظ خالص یا ناخالص. بچه‌ها مواد خالص هستن، خالص ها عنصر و ترکیبن. عنصرها میتونن یا فلز باشن یا شبه فلز باشن یا نافلز، که فصل اولتون داره در مورد همین ها صحبت میکنه. فلز عین آهن، عین کروم، عین پتاسیم، عین مس، نقره، همه اینا میشن فلز، عین طلا، همه اینا ترکیبای فلزیان، کلسیم فلزیه. شبه فلزها خواصی بین فلزها و نافلزها دارن، عین بر، عین سیلیسیوم، عین جرمانیوم. نافلزها دسته ترکیبایی هستن که خواص شیمیایی و فیزیکیشون اصلا متفاوته با فلزها و من توضیح میدم در موردش، در مورد نافلزها بیشتر در فصل دوم بحث مطرح میشه بچه. در مورد ترکیب ها بخوایم صحبت کنیم، چند تا عنصر، اتم های چند تا عنصر کنار هم قرار میگیرن یه ترکیب رو میسازن، عین آب، اسید سولفوریک، آمونیاک، گلوکوز و ترکیب های دیگه که داریم بچه. اینا به شرط اینکه خالص باشن، با چیزی مخلوط نشده باشن، یعنی آب آب خالص باشه، توش نمک قاطی نشده باشه. اگه نمک قاطی بشه کلن از این دسته خارج میشه، حواستون باشه. میایم دسته دوم بررسی میکنیم، ناخالص ها یا همگنن. یعنی چه همگنن بچه؟ شما آب و میریزی داخل نمک یه هم میزنی،
بعد از هر قسمت این محلول آب و نمک بخوای یه قاشق برداری و این رو بچشی، میبینی شوری همه قسمت ها به یک شکل، اگر خوب هم بزنی به این میگن همگن، یعنی حل شونده تو تمام بخش های حلالت به شکل همگن، به شکل یکسان، به شکل متوازن توزیع شده، پخش شده. اما ناهمگنا بچه، اونایی که تو هم مخلوط نمیشن یا اگر مخلوط بشن توی همه جای این مخلوط غلظت یا میزان اون حل شونده یکسان نیست. مثلا فرض کن همین مثال آب و نمک رو داشته باشی تو ذهنت، فرض کن شما همین آب و نمک رو یه مخلوطی ازش درست کنی که اگر از بالای این مخلوط یه قاشق برداری با از پایین این مخلوط یه قاشق برداری، ببینی طعم متفاوتی میده، شوری متفاوتی داره. یعنی نگاه کنید بچه ها، به ظاهر همگنا ولی در اصل ناهمگنا. من اون ناهمگنایی که شبیه مخلوط های همگن هستن رو میخوام مثال بزنم برات. بچه اگر آب، روغن و صابون رو بردارین، آب و روغن در هم مخلوط نمیشن، اما اگر به اینا صابون رو اضافه کنیم، چون صابون هم توی روغن و هم توی آب حل میشه، چی کار میکنه بچه؟ اینها رو در هم مخلوط میکنه، اما همچنان مخلوط اینها مخلوط ناهمگن ها، سوتی نده، بهشون میگن کلوئید. بچه هایی که این دیتاشون زیاده توی این بخش، ما به اینا میگیم کلوئید. به ظاهر پایدارن ها، به ظاهر شبیه محلولن، اما در اصل ناهمگنن. ما به همگنا هم میگیم محلول دیگه، اینم در جریان باشی. آب، روغن، صابون بس شد، به ظاهر همگن اما در اصل ناهمگنه، بهش میگیم کلوئید. بچه یه مثال دیگه بزنم، شیر کلوئیده، دیگه چی؟ ژله، دیگه چی؟ سس مایونز. اینا همه به عنوان مخلوط های ناهمگن کلوئیدی طبقه بندی میشن. کلوئید ها نیاز به یه دونه پایدار کننده دارن، یعنی اگه آب و روغن رو هم میریزید دوتا بخش تشکیل میده دیگه. حالا شما از خودتون بپرسین، به نظرتون آب بالاتر از روغن قرار میگیره یا روغن بالاتر از آب قرار میگیره؟ به من این سوال تو ذهنتون داشته باشین. اما نیاز به یک پایدار کننده داره تا بیاد این آب و روغن رو در هم مخلوط کنه، با هم آشتی بده. اما همه جای این مخلوط من حجم آب و روغنی که در هم آمیخته شدن یکسان نیست، به خاطر همین میگیم ناهمگن. از طرف دیگه بچه ها یه بخش دیگه داریم به نام سوسپانسیون، که این سوسپانسیون ها حواستون باشه، هر چیز که قبل از مصرف باید تکان داده شود رو ما بهش میگیم سوسپانسیون، یعنی ذرات معلق داره، این گرد و غبار در هوا، این شربت معده، این شیر کاکائو. قبل مصرف باید تکون بدی دیگه، بلا اون ذراتش رفتن پایین تنشین شدن. برای اطلاعات اضافی، محلول ها یا از یون ساخته میشن یا از مولکول ها، کلوئید ها از توده های یون یا مولکول ساخته میشن، اما سوسپانسیون ها از ذرات ریز ماده تشکیل شدن و اندازه ذرات من از محلول که به سمت سوسپانسیون میام هی بیشتر و بیشتر میشه، اندازه ذرات منو. این از این بچه ها. مواد رو از دسته های دیگه ای هم میتونیم طبقه بندی کنیم، از جهات دیگه ای هم میتونیم طبقه بندی کنیم، یا طبیعی باشه یا مصنوعی. طبیعی یعنی چی؟ عناصری که داریم تو طبیعت وجود داره، ساختگی نیست. مثلا تکنسیوم یه عنصر ساختگیه، با اینکه عنصره میتونه خالص باشه ولی ساختگیه. پنبه، طلا، گوگرد، الماس، اینا همه میتونن به عنوان مواد طبیعی باشن. مصنوعی یا پلاستیک، بطری آب، معدنی، خیلی از موادی که ما از تفلون ها، همه اینها مصنوعی هم بچه ها، ما خودمون میسازیم. بس مواد رو از لحاظ خالص یا ناخالص بودن ما دستبندی کردیم، از لحاظ همگن یا از لحاظ طبیعی یا مصنوعی بودن هم بررسی کردیم. میرسیم به نقطه جذاب داستان، فلزات رو میخوایم بیایم بررسی کنیم، ویژگی هاشون رو بگیم. بچه اون نقاطی که من هایلایت کردم که دیگه خیلی مهمه، ولی یه سری هایلایت های دیگه هم داریم که توضیح میدم داستان چقدر عناصری هستن که در آخرین لایه از مدل اتمی بور خودشون یک، دو یا سه الکترون دارن. بچه ها این برای عناصر
گروه اصلیه. بذار برم روی دونه کاغذ سیاه بهت توضیح بدم چیه داستان. بچه شما توی دوره اول برخلاف دوره دوم جدول تناوبی اینجوری یاد میگیرین دیگه، این دو تا گروهه، از اینجا تا اینجا 10 گروهه، از اینجا تا اینجا 6 گروهه، یه هلیوم اینجا دارین، یه هیدروژن هم اینجا دارین. اوکی، به این شما میگین ستون 1، به این میگین ستون 2، ستون 3، ستون 4، ستون 5، ستون 6، ستون 7 و اینم ستون 8. شما 8 ستون در نظر میگیرین، اما ما این 8 ستون مربوط به گروه اصلی هن. ما به اینا میگیم گروه اصلی، حواستون باشه. ما یه سری گروه های فرعی هم داریم که این بخشه و این بخشه. اینی که میگیم لایه آخرش 1، 2 یا 3 الکترون داشته باشه برای چیه؟ برای عملاً عناصر گروه اصلی ماست، یعنی 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 که برین دوره دوم به اینا میگن 13، 14، 15، 16، 17 و 18 که هر کدومش این خواصی دارن، یه سری ویژگی دارن. یکی از ویژگی‌های اونها به غیر از این هلیوم لعنتی، هلیوم بذار کنار، که همه عناصر یک ستون تو لایه آخرشون تو لایه آخرشون چی دارن؟ الکترون‌های برابری دارن. مثلا اگر بری تو گروه 6 شما که من به 16 هم میتونم بگم کاری نداریم، تو گروه 6 شما همه تو لایه آخرشون 6 تا الکترون دارن. بس ما میتونیم از طریق لایه آخر هم به خصلت فلزی نافلزی برسیم، هم پیدا کنیم واسه کدوم گروهن. بریم با هم یکم بررسی کنیم بچه‌ها. پس این شد در مورد لایه آخرش. کشیدن لایه آخرم توضیح میدم بچه. رسانه الکتریسیته و گرما هستن، میدونید نقطه ذوب و چگالی بالایی دارن. توی دنیای مدرن برای پل و اینجور چیزها استفاده میکنن که این حفظی کتابتون رو خودتون میرین بررسی میکنید. قدیما برای ساخت ابزارالات و وسایل مختلف استفاده میشده. اولین فلزی هم که توسط بشر کشف شد چی بود بچه ها؟ مس بوده. مس بوده، فلز مس. فلز مس نمادش چیه؟ Cu. عدد اتمیش چیه؟ 29. نکاتشو ببینید، براتون آوردم، خودتون هم میتونید مطالعه کنید. از طریق ذوب سنگ معدن تو دمای بالا به دست میاد. رسانه الکتریکی بسیار خوبیه، در برابر خوردگی مقاومه. یه سوال پیش میاد، آقا میگن در برابر خوردگی مقاومه یعنی چی بچه‌ها؟ فلزات میتونن با اکسیژن واکنش بدن و اکسید بشن. اکسید دو تا حالت داره، یا اکسید ترد و شکننده است یا متراکم و پایداره. یا موقع خود اکسید فلزمون میاد از سطح فلز محافظت میکنه، چون فرض کنید اگر این فلز باشه فقط سطح این فلز اکسید میشه اول، یا این اکسیدی که رو سطح نشسته میتونه از لایه زیرین حفاظت کنه یا نمیتونه حفاظت کنه. مثلا برای فلزی نظیر آهن نمیتونه حفاظت کنه، وقتی سطحش اکسید میشه این اکسیژن به لایه‌های زیرین هم نفوذ میکنه و کاملا اکسید میشه، اکسید هم بعد از مدت پودر میشه میریزه، چون اکسیدش متراکم نیست. اما مثلا برای مس میگه در برابر خوردگی مقاومه. بچه ها اول مس یه ویژگی داره، سخت اکسید میشه، اگرم اکسید بشه در برابر خوردگی مقاومه، حواستون باشه. قابلیت مفتول شدن داره، میتونی خمش کنی. در تهیه ظروف آشپزخانه کاربرد دارد. سرخ رنگ تو آلیاژهای مهم برنج و برنز کاربرد داره. من توصیه میکنم بچهای سمپادی حتما برن اون بخشی که در مورد نمیدونم برنج، برنز، ورشو اینا میره صحبت میکنه، حتما برن اون بخش رو بخونن که بدونن درصد و اجزای سازنده هر کدوم از اون آلیاژها چیه، چون اون توی طرح درس تکمیلی شما حتما هست، خوندنی حفظی بچه. مهمترین معدن مس هم که سرچشمه کرمان اینی چی؟ نام شیمیایی سی یو، عدد اتمیش هم 29، عدد جرمیش هم اگر خواستی 64. دقت کن، توی گروه 11 و دوره 4 قرار داره. اما دقت کنید بچه، توی بخش عناصر فرعی ها چی شد؟ تو عناصر فرعی
بچه ها میگن آقا ما اگه بخوایم بیایم الان این آرایش برین رو رسم کنیم چرا اینجوری شده؟ چرا مثلا لایه آخرش این شکلیه، بعد لایه این یکی این شکلی شده؟ یه سری سوالات دارن در مورد تعداد الکترون ها در لایه. همچنین سوال میشه دیگه. بچه ها مدل اتمی بور رو شما برای عناصر 1 تا 18 باید روش تسلط داشته باشین. نیازیست فراتر از اون بدونید. دیتایی که داریم برای 1 تا 18 بسه. و اینم برای اون بچه‌هایی که آرایش الکترونی رو خوندن، اصل آفبا رو خوندن. اینم میشه آرایش الکترونیک طبق اصل آفبا. بچه‌هایی که تو مدارس معمولی هستن معمولاً اصلا نمیخونن. ولی بچه‌های سمپادی این رو در موردش اطلاعات میگیرن، بس براشون اینم آوردم. حالا می‌خوایم بفهمیم که اینو چجوری باید رسم کنیم بچه‌ها. جلوتر توضیح میدم، نگران نباشید. نگاه کنید. برای رسم ساختار لایه لایه و الکترون در هر لایه باید چیکار کنیم؟ من سه تا حالت براتون آوردم. زمانی که عدد اتمی شما، عدد اتمی کجا نوشته میشد؟ اگر این نماد ما باشه، عدد اتمی اینجا نوشته میشه. عدد جرمی اینجا نوشته میشه که میشه جمع نوترون و پروتون. این میشه تعداد پروتون. اینجا اگر دارین یه عدد مثبت منفی دارین، مثبت یعنی الکترون از دست داده، منفی یعنی الکترون گرفته. حل نماد بار یادآوری کردم، میدونم همتون میدونید ولی یادآوری میکنم. بچه‌ها این حساس کاری نداریم. مثلا اگر 17 تا ما اینجا عدد اتمی باشه، 17 تا پروتون داریم این داخل، حالا چند تا نوترون داریم بستگی به عدد جرمیش داره، کاری نداریم. تو این روش لایه اول دوتاشو پر میکنه، لایه اول هشتاشو پر میکنه، لایه سوم هم میاد الکترون های باقی مونده رو میگیره. مثلا برای همین مثال 17 پروتون، اگر خونسا باشه 17 تا الکترون هم داره لایه اولش، دو تا الکترون میگیره. از 17 تا الکترون هم چند تا باقی مون؟ 15 تا. لایه دوم 8 تا میگیره. آقا لایه دوم میتونه بیشتر از 8 تا بگیره؟ نه نمیتونه. لایه سوم منم میاد 7 تا الکترون میگیره. یادتون باشه توی 1 تا 18 وقتی اینجا دارین حرکت میکنید، لایه آخرتون ماکسیمم میتونه 8 تا الکترون بگیره. هر چقدر ظرفیت داشته باشه مهم نیست. برای اعداد اتمی 1 تا 18 لایه آخر شما 8 تا الکترون میگیره. حالا تو بگو 100 تا ظرفیت داره، 8 تا فقط توش جا میگیره. آقا این لایه آخر چجوری حساب میکنن چند تا الکترون توش جا میگیره؟ ماکسیمم ظرفیت الکترون در هر لایه رو من توضیح دادم تو اسلایدهای بعدی. ولی اگر ما بخوایم شماره یا تعداد لایه‌ای که داریم رو با n نشون بدیم، مثلا اگر می‌خوایم بریم برای لایه پنجم تعداد الکترون‌ها رو حساب کنیم، n رو مساوی 5 قرار میدیم. بعد از این فرمول استفاده می‌کنیم، 2n به توان 2، یعنی مثلا برای لایه سوم اینجا 3 به توان 2 میشه 9، 9 ضرب در 2 میشه 18. یعنی ما تو لایه سوم میتونیم ماکسیمم 18 تا الکترون داشته باشیم. آقا یه سوال، الان چرا شما اینجا مثلا گفتیم ماکسیمم 8 تا الکترونه؟ چون برای این رنج از اعداد اتمی لایه آخرمون بیشتر از 8 تا الکترون نمیتونه بگیره عزیزم، چون لایه آخر قرار گرفته. لایه آخر نمیتونه تو این معادله ما بیشتر از 8 تا الکترون بگیره. دلیلش هم ان شاءالله میان سال دهم در خدمتتون هستیم، اونجا بهتون توضیح میدیم که مثلا آرایش الکترونیه که میاد ما رو سوق میده به سمت ساختار لایه لایه. هر کدوم از این لایه ها از بخشای ریسری به نام زیر لایه ساخته شدن. اگر بین 19 تا 30 باشه چی کار کنیم؟ بچه ها من بهتون توصیه میکنم مثلا اینجا رو دقت کنید، میخواییم 26 رو رسم کنیم. FE 26، لایه اول، لایه دوم، لایه سوم، لایه چهارم. ما میدونیم هر چقدر جلوتر بریم فاصله لایه ها کمتر میشه، اما من اینو رعایت نکردم اینجا، چون میخوام فقط بهتون یاد بدم چجوری بیاین توی هر لایه الکترون جا بدیم. بچه دو تا عدد اتمی حساس داریم، یکی 29، یکی 24. چون 92 می نوشتم، دقت کردیم؟ یکی 29، یکی 24. به غیر از این دوتا، وقتی تو رنج عدد اتمی چند تا چند 19 تا 30 داری حرکت میکنی، چی کار باید بکنی؟ لایه اول که دوتا جا میگرفت پرش کن، لایه دوم که 8 تا جا میگیره پرش کن، لایه سوم رو پرش نکن، لایه سوم رو پرش نکن، بیا به لایه چهارم دو الکترون بده،
اینجا الکترون های باقی مونده رو قرار بده. اینجا الکترون های باقی مونده رو قرار بده. آقا چه جوری؟ الان 2 و 8 میشه 10. 10 و 2 میشه 12. خب 12 تا 16 26 منهای 12 چقدر میشه؟ میشه 14 الکترون. یعنی الکترون های باقی مونده برای جاگیری در لایه سومش 14 الکترونه. گرفتین چی شد؟ دلیل خاص خودش رو داره بچه ها. الان اگه کنجکاوی کنید بیشتر ذهنتون درگیر این مبحث خیلی سطحی میشه. اگر از شما اینو خواستن بچه استنپادی بیشتر از اینها سوال میاد براشون. اگر همچین چیزی خواستن فقط بنویسیم بره. زیاد پیچیده نکنید برای خودتون. اگر خیلی کنجکاوی، اینجا 1S، اینجا 2S، اینجا 2P، اینجا 3S، اینجا 3P، اینجا 3D، اینجا 4S، 4P، 4D و 4F پر میشه. به دلیل زیرلایه هاشونه که اینها الکترون های متفاوت گرفتن. ولی من به دارم تکنیک میگم دیگه. حالا آقا فرض کنید مثلا عدد اتمی ما 29 بود، چی کار کنیم؟ کاری نداره که، من میرم بعد 24 رو رسم میکنم که من 29 برات رسم کردم دیگه. 29 همون آرایش مس بود که الان رسم کردیم تو اسلاید قبلی. من میرم برات کروم رو رسم میکنم، کروم 24. بازم از همون قاعده، ولی یه نکته ای گفتم، نکاتو خوب توجه کن. برای کروم و مس و پتاسیم یک میذاری آخرش، آخرین لایه، بعد میای الکترون های باقی مونده رو میدی به لایه سوم. اما برای بقیه شون دو تا الکترون میدی به لایه آخر و بعد میای الکترون های باقی مونده رو میدی به لایه سومش. بریم با هم رسم کنیم ببینیم چی میشه. اینجا رو نگاه کن، لایه اول دو تا، لایه دوم 8 تا، لایه سوم چند تا؟ نمیدونم، علامت سواله. لایه چهارم شکوریان چی گفت؟ شکوریان چی گفت؟ گفت لایه آخر وقتی دیدی 24 و 29 یک بده آخرش، بعد بیا الکترون ها رو بشمر، 2 8 10 با 1 میشه 11. یعنی الان مجموعا این ساختار من 11 تا الکترون داره، باید چند تا الکترون داشته باشه؟ 24 تا. اینا رو از هم کم کن میشه 13 الکترون. بس لایه سوم من 13 الکترون داره. آقا سوال برام پیش اومد، میدونم سوالت چیه. سوالت اینه که آقا شما که گفتین لایه سوم 8 الکترون بیشتر نمیگیره، من کی اینو گفتم؟ گفتم لایه سوم ظرفیتش 18 الکترونه، ولی اگر به عنوان لایه آخر قرار بگیره بیشتر از 8 الکترون نمیگیره. الان که لایه سومت لایه آخرت نیست که، تو یه لایه چهارمی هم داری، تو یه لایه چهارمی هم داری، سوتی ندین اینجوری بچه‌ها. پس به همین راحتی ما میتونیم آرایش بور رو رسم کنیم، ولی بیشتر بچه‌ها 1 تا 18 مد نظرشونه. آقا اگر 30 تا 36 دادن چی کار کنیم؟ اعداد اتمی 30 تا 36 بود، روند روتین تو میری به لایه اول دو تا الکترون میدی، به لایه دوم 8 تا، لایه سوم 18 تا، باقی مونده رو میدی به، بگو باقی مونده رو میدی به لایه چهارمت. مثال میزنین آقا چرا نمیزنن؟ بیا اینجا یه لحظه، مثلا بروم 35 یا اول فازی چی بود؟ بروم 35، لایه اول، لایه دوم، لایه سوم، لایه چهارم. اینجا دیگه خیلی رعایت کردم نزدیک لایه ها به هم. لایه اول دو تا، لایه دوم 8 تا، لایه سوم 18 تا، جمع کن 18 و 2 میشه 20 با 8 28، 35 منهای 28 میشه 7. بس لایه آخرش 7 تا الکترون داره بچه ها. 7 تا الکترون داره، فلزه؟ نه نافلزه. آقا چجوری فهمیدید؟ چون ما از طریق الکترون های لایه آخر میتونیم بفهمیم. آقا گروه چنده؟ گروه 7. آقا چرا گفتین گروه 7؟ به خاطر اینکه تو لایه آخرش 7 تا الکترون داره. حواست رو جمع کن. بس ما از این لایه آخر خیلی چیزا میفهمیم. خب میگه بجز عناصر شماره 21 تا 30 که فلزن، سایر عناصر اگر لایه آخرشون 1، 2 یا 3 الکترون داشت، فلز 4، 5، 6 و 7 الکترون داشت، نافلز. یکی سوال میپرسه آقا من یه اتمی میشناسم که 4 الکترون داره اما شبه فلزه. من بهت توصیه میکنم شبه فلزها رو لطفا حفظ کن، مثلا برو حفظ کن، سیلیسیوم رو حفظ کن، جرمانیوم رو حفظ کن، اینها رو لطفا حفظ باشین. این بود از کل بحث بر. براتونم اینجا یه جدولی آوردم که بر اساس دوره و گروه، دوره و گروه میاد چیکار میکنه؟ میاد عملا آرایش الکترونی رو، آرایش مدل بور رو بهتون نمایش میده. میبینید اینجا بچه‌ها.
که لیتیوم دوره دومه، بریلیوم دوره دومه، بور دوره دومه، همشون دو تا لایه دارن. بس این نکته دیگه هم میتونی از اینجا درک کنی. به تعداد دوره شون لایه داریم، به تعداد لایه شون تو اون دوره قرار دارن. یعنی اگر دیدی یه اتمی 5 تا لایه داره، دوره چندمه؟ تناوب چندمه؟ تناوب پنجمه. یا نگاه کنید همه عناصر گروه 6 تو لایه آخرشون 6 الکترون دارن. اینا نکاتی که باید درک کنید دیگه. پس چی شد؟ ما از تعداد لایه ها، حواستو خوب جمع کن لطفا، ما از تعداد لایه ها به چی میرسیم؟ دوره. آفرین. تناوب از الکترون لایه آخر یا لایه ظرفیت به چی میرسیم؟ آها، یک، فلز نافلز بودنش، دو، به گروهش. یعنی اگر لایه آخر 8 تا الکترون داره که ما میدونیم 8 تا الکترون یعنی تکمیل تکمیل شده دیگه، دوست نداره واکنش بده، ما میگیم این گروه 8ه و به همین سادگی این مطلب یاد گرفته میشه. اینو بعدا میتونیم مرور کنیم. من چون واقعا میگم وقت کم دارم بچه، یه سری نکات داریم اینجا که من اکثرش رو توضیح دادم تو صحبتام. در هر لایه به تعداد 2n به توان 2 الکترون جا میگیره که n شماره لایه است گفتیم. دوره ها با تعداد مدارها یکسانه، گروه ها با تعداد الکترون لایه آخر برابره. ببخشید بچه ها، توی یک گروه هستن خواص شیمیایی مشابه دارن. آقا خواص شیمیایی یعنی چی؟ یعنی آیا مثلا پیوند یونی برقرار میکنن، کاتیون میشن، آنیون میشن، یا مثلا پیوند کووالانسی برقرار میکنن. به این میگیم خواص شیمیایی. یعنی در واکنش های شیمیایی چطور برخورد میکنن. گروه یکو میگیم فلزات قلیه. چرا؟ به خاطر اینکه با آب واکنش میدن و هیدروکسید، دقت کنید، هیدروکسید اون فلز به علاوه گاز هیدروژن رو تولید میکنن. خب قلیا، بچه ها قلیا میدونید دیگه پیهشش بزرگتر از هفته، و اگر با شناساگری به نام کاغذ پیهش این رو قرار بدیم کنارش، شناساگره که اگر کنار اسید بذاری رنگش قرمز میشه، کنار باز بذاری رنگش آبی میشه. الان اینجا وقتی میگه قلیا داریم یعنی باز داریم، یه کاغذ پیهش بذاری کنارش رنگش بگید، یا کاغذ تورنوسول هم بهش میگن، چه اتفاقی براش میفته؟ بودم ببینم، آها، آبی میشه به خاطر اینکه پیهشش بزرگتر از هفته، به خاطر اینکه نقش قلیا گرفته. اون شناساگر نقش چیو داره؟ نقش اختار دهنده. بهت میگه الان پیهش این چقدره، چه جوری هست. خب فلزان نرمن، به شدت واکنش پذیرن و به همین دلیل زیر نفت نگهداری میشن که با آب واکنش ندن. عناصر گروه دو رو قلیه خاکی میگیم. چرا؟ چون شبیه اونا خاصیت بازی دارن اما تو خاک هم یافت میشن. خیلی با کلاس، خیلی با حال. سخت‌تر از فلزات قلیه‌ای هستن اما واکنش پذیریشون کمتره. کلید واژه‌ها رو بلد باش. گروه 7 یا گروه 17 که من بهش میگم گروه 17، یعنی یه گروه مونده به گروه آخر جدول تناوب. بچه ستون دیگه میدونید دیگه، ستون همون گروه از بالا به پایین. یکی مونده به آخر چی میگیم؟ هالوژن‌ها. هالوژن یعنی نمکساز. یعنی این بچه خیلی منطقی میاد نافلز دیگه، میاد با یه فلز ترکیب یونی به نام نمک میسازه. آقا نمک که میگین منظورتون نمک خوراکی؟ نه بچه ها، نمک دسته عظیمی از ترکیباته، دسته عظیمی از ترکیباته که در آب حل میشن و به یونهای سازندهشون تفکیک میشن. این نیست که صرفا بگیم نمک فقط نمک خوراکی، نه، یه دسته بزرگتری. دیدین کنار نمک خوراکی می‌نویسن نمک طعام دیگه. به همین دلیله که اشتباه علمی پیش نیاد، که دیگه اینو میدونید. این نافلزات هم بچه خیلی واکنش پذیرن. گروه 8 هم بهش میگیم گازهای نجی. من بهش میگم گازهای نادر. میدونید چرا میگم گازهای نادر؟ من نمیگم، خیلی ها بهش میگن گاز نادر، ولی من میخوام تو ذهنتون جا بیفته. بچه ها اگر گاز نادر رو برداریم، نادر چی میشه؟ ناراحت میشه. ما که نمیخوایم نادر ناراحت بشه، بس گازهای نادر یا گازهای نجی کلا واکنش بگو نمیدن. واکنش پذیریشون حتی تو عناصر پایین پایینشون خیلی کمه. اشتباه نگم بهتون یه بار، ولی در سطح شما کلا واکنش نمیده. صفر صفر. هیچ. نگاه کن کتاب میاره هیچ واکنش شیمیایی.
به طور کلی هنگامی که در لایه آخر یک عنصر 8 الکترون باشه بیکار که نیست خودش اسیر کنه. بچه ها به غیر از لیتیوم، بریلیوم و هیدروژن که وقتی میخوان الکترون بدن یا بگیرن به 8 نمیرسن، به غیر از اینها، به غیر از اینها بقیه دوست دارن به 8 برسه لایه آخرشون. این بندگان خدا هم چرا دوست ندارن؟ چون اینا میخوان الکترون از دست بدن که به گاز نجیب قبل خودشون برسن. بچه ها گاز نجیب مبدع میشه خود اون عنصرمون، حالت اون عنصرمون، مقصد گاز نجیب، یعنی مقصد همه عناصر گاز نجیبه. عناصری که شما میخونید 1 2 3 4 5 6 7 8 گروه های اصلی، آقا گروه های فرعی رو چرا نمیاریم وسط؟ سال بعد میخونی، عجله نکن. به طور کلی هنگامی که در لایه آخر 8 الکترون جای گیرد عنصر در واکنش شرکت نمی کند. هیدروژن گاز بوده و جزء فلزات قلیه نباید حساب بشه دیگه، اینو همه میدونن. هلیوم هم یه لایه داره و 2 الکترون هم داره، درسته با گازهای نجیب هم گروهه اما تو لایه آخرش 8 الکترون نداره. نگاه کنید بنده خدا کلا 2 الکترون داره، چه جوری میخواد تو لایه آخرش 8 الکترون داشته باشه؟ این همین چی میره پی کارش، هیچ واکنش شیمیایی هم شرکت نمیکنه. جذبتا هم 8 گروه اصلی داره، 18 گروه در مجموع داره و 7 تا دوره یا تناوب داره. این هم از این پوکوندیم رفت به کارش. بریم اسلاید بعدی، بریم جدول کامل کنیم بچه‌ها، بریم جدول کامل کنیم. نام عنصر چیه؟ سدیم. عدد اتمی شنده 11. آقا چجوری بفهمیم؟ حفظ باشیم؟ نه بابا، اینجا رو نگاه کن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، چون 11 تا الکترون داره و خنثی تعداد الکترون پروتونش با هم برابره. آلومینیوم چند تا؟ تو این الکترون ها رو بشموری میشه 13 تا. نماد آلومینیوم چیه؟ ای بزرگ، ال کوچیک. تعداد الکترون های لایه آخر، خدای بشمرید فقط بچه ها، لایه آخرش یه دونه الکترون داره، لایه آخرش 3 الکترون داره. اسم این هم که کلوره، نیتروژن هم که نمادش N بزرگه. حالا بریم سراغ نوع عنصر، فلز نافلز چه به فلز. سدیم فلزه چون تو لایه آخرش 1 الکترون داره، آلومینیوم فلزه لایه آخرش 3 الکترون داره. بریم ساختار لایه لایه این دوتا رو رسم کنیم. من دیگه میام فقط لایه هاشون رو بررسی میکنم. لایه اول 2، لایه دوم 8 ظرفیت داره دیگه، درسته؟ من اگه بیام 5 الکترون داخلش پر کنم تموم میشه دیگه. دقت کنید برای خودتون 10 لایه نمیذارین ها. ببینید الکترون های این کفاف چند لایه رو میده. فرض کنید این بر اساس عدد اتم یا تعداد الکترونش میخواد لایه بخره. وقتی این بنده خدا کلن 7 الکترون داره نمیتونه بره 3 لایه بخره، 2 لایه بیشتر بهش نمیدن، پولش کمه، باید بازی کنه، پولشو جمع کنه بره اون لایه بالاییه رو بخره. گرفتین چی شد؟ پس این میشه 2 الکترون، 5 الکترون، میشه 7 الکترون. حالا لایه آخرش چند تا الکترون داره؟ 7 بنویسم. فلز یا نافلز؟ خب 1 2 3 فلز بود، پس این نافلزه. بریم کلور، Cl. لایه اول 2، لایه دوم 8. آقا چرا 8؟ چون این 17 الکترون داره، من مجبورم بیام 2 و 8 پر کنم. تازه شد 10 الکترون. یه لایه دیگه میخواد که 7 الکترون داشته باشه. گفتم بیشتر 1 تا 18 رو بهتون به عنوان سوال میدن. یادتونه؟ الان میبینید سوالو. لایه آخرش چند تا الکترون داره؟ حق منجا سوتی دادم بچه، این 5 الکترون، 7 نیست. 5 لایه آخرش 5. اینجا کلور 7 الکترون داره. باز هم میشه نافلز. ما این جدول کاملش کردیم. بچه همچین سوالی اگر بیاد 1 2 3 4 5 6 7 8 دو نمره بهش اختصاص میگیره. معمولا هم 2 از این قسمت ها رو میدن. 4 قسمتی سوال تر نمی کنن. سوال خفنیه. نگاه کن، میگه بیا این نمودارا رو مشخص کن، نمودارش صعودیه یا نزولیه. یعنی چی آقا؟ میگه الف در یک دوره تناوبی بیاین بررسی کن. توی دوره بچه، توی دوره پروتون داره زیاد میشه، حواستون باشه. پروتون که زیاد بشه تعداد الکترون های لایه آخر هم زیاد میشه دیگه، چون توی دوره که داری حرکت میکنی، نگاه کن اینجا رو، توی دوره که داری حرکت میکنی، توی
توی دوره که داری حرکت میکنی. چرا نگاه کن، این حرکت توی دوره است. میبینی هی داره الکترون های لایه آخر زیاد زیادتر میشه. میبینی عدد اتمی هم داره زیاد میشه، عدد اتمی هم داره زیاد میشه. بس عدد اتمی با تعداد الکترون های لایه آخر کاملا متناسب، خط راست. بعد چی میگه؟ میگه در یک گروه عناصر، یعنی از بالا به پایین، تعداد مدارهای الکترونی، بچه ها بازم بریم به اون شکل، در یک گروه هر چقدر از بالا به پایین میای مدارها داره زیاد میشه. اولیش یعنی دو تا مدار داره، دومی سه تا مدار داره، دومین عضوش، و همینجوری مدارها دارن زیاد میشن. یه نکته ای، آقا چرا گفتین دومی سه تا مدار داره دومین عضوش؟ من نگفتم دوره دوم، گفتم عضو دومش، چون به غیر از گروه 1 و 8 ما بقیه گروه ها از دوره دوم شروع میشه بچه ها. یعنی اولین عضوش متعلق به دوره دومه. بیا اینجا این لحظه، تعداد مدار با عدد اتمی، بله عدد اتمی زیاد میشه، مدار هم زیاد میشه، هر دو اینها نمودار صعودی بودن. این نمودار میتونه سوال خیلی خوبی باشه برای بچهای که حالا میگن معلم های ما سخت تر میگیرن. بریم بعدی. میگه کدام یک از اتم های زیر تمایل دارد با گرفتن الکترون به 8 الکترون برسه. بچه‌ها میگه گرفتن الکترون، یادتون باشه کار نافلزه، گرفتن الکترون کار نافلزه. کلسیوم گروه 2ه بچه‌ها، فلزه. لیتیوم گروه 1 فلزه، سدیم گروه 1 فلزه. تنها فلور کمچین ویژگی داره، یادتون باشه گروه 17 فلور، کلور، بروم و یوده. اینا بچه پررون، اینا خیلی الکترون میگیرن. بریم سوال بعدی. کدام مدل بور اتم فلور 18 نو نشون میده؟ سوتی ندین بچه ها، اینجا ازتون میخواد اول بیان تعداد نوترون پروتون رو حساب کنین، یعنی هسته رو پیدا کنین. میبینین هسته هاش متفاوته، فقط به الکترون های لایه آخر نگاه نکنین. بچه ها 9 تا پروتون داره، حتما یه سری دارن میگن 18 تا هم نوترون داره، اشتباه میکنین. این 18 جمع نوترون پروتونه دیگه. وقتی تعداد پروتونت شد 9 تا، بس تعداد پروتون شد 9 تا، تعداد نوترون هم میشه 9 تا دیگه. گرفتین چیکار کرد طراح؟ طراح میخواد با بدو با دادن چی؟ عدد جرمی ذهن تو رو پرت کنه و عمدن توی سه مورد، توی دو مورد از چهار موردمون 18 تا پروتون و 18 تا نوترون گذاشته. پ که میره خونه شون بچه ها. چرا؟ چون پ اصلا غلط در غلطه. مگه میشه پروتون از نوترون بیشتر باشه؟ به غیر از هیدروژن که اصلا نوترون نداره، بقیه جا پروتون یا مساوی نوترونه یا نوترون ما بزرگتر از پروتونمونه. این میره خونهشون. اینم که حساب کردیم 18 تا نوترون غلطه. اگر این 18 تا نوترون داشته باشه، 9 تا پروتون داشته، شاید 27 تا عدد جرمی داشته باشه که نداره. اینم میره پی کارش، هیچی. میمونه الف و ت. خب چه فرقی اینا با هم میکنن؟ الکترون های لایه آخر. این بزرگوار خونسای دیگه، خونسا باشه، این الکترونش برابر پروتونشه. الکترونش چند تای بچه ها؟ 9 تا. باید بشمارین تو لایه آخرش باید مجموعا 7 تا الکترون باشه، یا کلا 9 تا الکترون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. چی میگه؟ 10 تا الکترونه. این چطور؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. همین پاسخ درسته. میدونی کی گزینه الف درست میشد؟ که بهت اف منفی میداد. اف منفی یعنی چی؟ یعنی بزرگوار من الان 9 تا الکترون در حالت خنثا دارم، وقتی یه الکترون وارد میشه من یه بار منفی میگیرم دیگه. بس الان الکترون های من نسبت به الکترون های سابق من یه دونه بیشتره. اگه بهت یون داد از این فرمول استفاده کن، الکترون مساوی پروتون منهای بار یونه. بودو ببینم. بریم بعدی، مبحث بعدی. میخوام یه روش بگم تعیین دوره و گروه که اصلا خودت بمونی و برگات بریزه راحت. میگه برای تعیین گروه در حد نهم، بچه دهم ایشالله کامل توضیح میده. حالا بهت این میگم نری پکیج دهم رو نبینی، اصلا بگی این همه رو گفته دهم میخوام بگم. دهم بچه مباحث خیلی زیاده، تو فعلا تمرکز کن. بله ترم دوم اصلا اگه فراتر از کتاب درسی داری یاد میگیری، پکیج نهم رو ببین، پکیج دهم رو ببین، پکیج یازدهم ببین. هست تو وبلاگ نگه میدارم، مثلا پاک هم نمیکنم، چون رایگان برای شماست. من میخوام چیکار کنم؟ مثلا پاک کنم که چی بشه؟ الان به اندازه کافی دیگه پخش هم شده همش، و من از اینکه پخش شده فکر نکنید ناراحتم.
بچه یه مشکل فنی ریز داریم، یه چند ثانیه اجازه بدیم. بچه ببخشید، عذر میخوام، یه مشکل فنی ریز بود. خب برای تعیین گروه داشتم اینو میگفتم، اصلا کجا بودیم؟ حواسم الان پرت شد. بس داشتم بهتون میگفتم، بعدم برین حالا دوام ببینید، عجله نکنید، فعلا تمرکز کنید فقط روی پایه نهمتون. میگه برای تعیین گروه در حد نهم چیه؟ کافیه که لایه آخر رو به عنوان گروه حساب کنید. حالا اگه دیدی مثلا معلمت بهت گفته که بابا تو باید عناصر فرعی هم بلد باشی، عناصر وسط هم بلد باشی، چی کار میکنی؟ برای گروه ما یه سری گاز نجیب داریم. شما لطف میکنی میای به ترتیب عدد اتمیشون حفظ میکنی. هلیوم 2، نئون 10، آرگون 18، کریپتون 36، زنون 54، بقیه هم نمیخواد، رادون و گانسیون هم نمیخواد. چی کار میکنی برای تعیین گروه؟ این عدد 18 ثابت، حواست جمع، آروم و ریلکس نگوش میکنی، ثابت. تو طبیعتاً یه عدد اتمی عنصرت داره، یه عدد اتمی هم گاز نجیبی که عنصر تو اون دوره است داره. مثلا اگر گاز نجیبت اینجا باشه، چی میگه عنصر مورد نظرت اینجا باشه، گاز نجیب هم دورهش میشه 18. یا مثلا تو این دوره باشه، دوره چهارم باشه، عنصر مورد نظرش میشه اینجا، گاز نجیبت میشه اینجا. حالا از این رابطه میتونی حساب کنی که عملا شما چه گروهی داری. اما بچه دقت کنید، یه خواهشی دارم ازتون. اگر به شما گفته نشد که بیاین و عناصر واسطه رو هم گروه دورشون رو پیدا کنید، این روش رو بیخیال شید، ذهنتون رو درگیر میکنید. چون من الان باید چی بگم؟ باید بگم بچه ها از عنصر شماره 1 عدد اتمی معیارم ها، تا عنصر شماره 2 میشه دوره اول، از عنصر شماره 3 خود 3 هم هست، تا عنصر شماره 10 میشه دوره 2، عدد اتمی 11 تا 18 میشه دوره 0، عدد اتمی 19 تا 36 میشه دوره 4، عدد اتمی 37 تا 54 میشه دوره 5. بس این که میگم گاز نجیب هم دوره، یعنی تو باید اول بیای برای اون عنصر دورهشو پیدا کنی. آقای مثال میزنی، چرا مثال نمیزنم؟ Fe26 همونی که اون وسط ها بود گفتم بهتون نمیگن، بعضی از معلم ها میگن، من فرض میکنم معلم شما به شما گفته دیگه. بچه Fe26 بین عدد اتمی 19 تا 36 هست یا نه؟ یعنی اینجا جا میگیره، میبینی؟ اینجا جا میگیره، یعنی دوره چندمه؟ دوره چهارمه. گاز نجیبش چیه؟ کریپتون. گاز نجیبش چیه؟ کریپتون. خب 18 که گفتم ثابته بچه، قبول دارین؟ بعد پرانتزتو باز کن، کروشتو باز کن، عدد اتمی گاز نجیب هم دورش چیه؟ کریپتون 36. عدد اتمی خودش چیه؟ 26. 36 منهای 26 میشه 10. 18 منهای 10 میشه 8. یعنی ایشون گروه 8 توی جدول رو اشغال کرده. چرا میگم اینو؟ اگر معلمت بهت نگفته، اصلا توجه نکن به حرفم، یه 30-40 ثانیه حرفمو بزن جلوتر. به خاطر اینکه اگر اینو نگفته شو گیج میشی، میگه آقا الان مگه میشه ما دوتا گروه 8 داشته باشیم؟ نه بچه، این گروه 8 فرعیه. گرفتین؟ هشت فرقی. بچه هایی که میگم اینو مطالعه کردن تو مدرسهشون کامل درک میکنم من چی. اما سوالی که براتون آوردم، سوال در چارچوب کتاب درسیتون. چی میگه سواله؟ میگه بیا تناوب پیدا کن. مثلا ام جی 12 بچه، دوتا الکترون لایه اول، 8 الکترون لایه دوم، شد 10 الکترون. به 12 تا هنوز نرسیدی، بس یه لایه سومی هم در کاره.
دو تا اکرانیوم تو لایه سوم. بچه‌ها الان اینجا ما سه لایه داریم، یعنی ایشون دوره سومه. لایه آخرش دو الکترون داره، یعنی گروه دوه. گرفتی چجوری اومدم دوره گروه رو پیدا کردم؟ اما هلیوم ناکس. بچه‌ها گروه 8 باید حفظ باشین متاسفانه. گروه 8 دوره 1. این دیگه حفظیه. با اینکه دو تا الکترون داره گروه 8 تا سوتی ندین. این حفظیه. اینم از دوره گروه. خب بریم اینجا بچه‌ها. سوال جالبیه. میگه شکل زیر قسمتی از جدول طبقه بندی عنصرهاست. جای خالی مشخص شده را با عنصرهای داده شده کامل کنید. فلور 19 داده، کلور داده، آرگون داده. اصلا میتونم الان این عنصرها رو جاگذاری بکنم بچه. این عنصر شماره 1ه، این 2ه، این عنصر شماره 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. بس F9 اینجا جا میگیره. بعد 10 داریم، 10 نذاشت. 11 اینجا میشه Ni 11. دیگه چی داریم؟ Mg 12. دیگه چی داریم؟ Al 13 داریم. بله. سیلیسیوم 14 نداریم. پی 15 چون به تناوب چیده میشه دیگه عناصر. اس 16، سی ال 17 و از طرف دیگه آرگون 18. این عناصر رو من چیدم داخل این جدول. فهمیدین چی کار کردم؟ شمردم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. این 18 تا رو بر اساس این عدد اتمیشون توی این خونه ها جا دادم. خونه هر کدوم بر اساس عدد اتمیشون معین میشه. کدام عنصرها در لایه آخر خود دو تا الکترون دارن؟ کدام عنصرها؟ عنصرهای گروه 2 به علاوه هلیوم دیگه. این مگه ستون 2 نیست بچه‌ها؟ ستون 2 یا همه دو تا الکترون داشتن؟ هلیوم بزرگوارم همچین ویژگی داره. چرا؟ چون هلیوم کلا دو تا الکترون داره. بچه‌ها هلیوم، بریلیوم، فلزنا همه ستی ندین، منیزیم. کدام دو عنصر خواص شیمیایی مشابه دارن؟ میگه دو تا عنصر رو پیدا کنید که خواص شیمیایی مشابه داشته باشن. بچه ها F9Cl17 تو یک گروه هم، یا مثلا هلیوم و آرگون، این دوتا میتونن باشن. اما چون جدول اونایی که تو این لیست آورده از این لیست میخواد پاسخ بدی، مثلا اینجا فقط F9 و Cl17 پذیرفته است. کدام عنصرها به پایداری رسیدن؟ دقت کن، هم آرگون 18 و هم هلیوم 2. آقا هلیوم که هشتایی نشده، گفتم هلیوم گاز نادره، گاز نجیبه، پایداری رسیده، تو کاری نداشته باش. کدام عنصر واکنش پذیرترین فلزه؟ گروه 1 باید باشه. بریم بگردیم دنبال گروه 1. تنها عنصری که تو گروه 1 داریم سدیم بچه. کدام عنصرها در سطر دوم قرار گرفتن؟ منظور این بزرگوار چیه؟ دوره دوم. اینا رو میگه اینا. فقط یه اف 9 داره. میگه عنصر یا عنصرها وقتی داخل پرانتز ها میذاره، یعنی اینکه میتونه یه عنصر یا چند عنصر باشه. بچه خواص آهن میبینید، ساختارش آوردم براتون، آلومینیوم آوردم، همه چی اینجا مشخص و معینه. سری خواص هم براش اینجا گفتیم. نماد شیمیایی آهن Fe، عدد اتمیش 26ه. در مجاورت آب و رطوبت به سرعت اکسید میشه. این سرعت رو باید یاد بگیری. منبع سنگ معدن هماتیت باید بلد باشی. عنصر اصلی تشکیل دهنده کره زمینه. در دسته عناصر فرعی گروه 8 دوره 4 جا داره که الان من به اون روشی که بهت گفتم تو رو هوا اینو حل می‌کردی. بریم سراغ آلومینیوم. اینم که آرایشش رو می‌بینید. نماد شیمیاییش Al، عدد اتمی 13، فلز سبک و کمچگاله، خیلی با کلاسه. از سنگ معدن بوکسیت به دست میاد، یون 3 بار مثبت تشکیل میده. و نکته بعدی، اکسید میشه اما خورده نمیشه. به همین خاطر بچه ها تو لایه روی سیم‌های فشار قوی از این استفاده میکنن که اگر اکسیدم شد نریزه، پایدار بمونه، ضرر نرسونه. برسیم به طلا. بچه طلای فلز خیلی نرمه. یعنی چی؟ یعنی به راحتی میتونی به شکل‌های مختلف درش بیاری و از طرف دیگه یه ذره طلا رو میتونی به اندازه ورقه بزرگ در بیاری. پس طلا از قابلیت‌های دیگه‌ای که داره رسانای بسیار قوی الکتریسیته است. به خاطر همین تو کلاه فضا نوردا استفاده میکنن، نه به این خاطر، به این خاطر که میتونه اشعه فرابنفش هم انعکاس بده ولی نور رو میتونه عبور بده.
قابلیت ورقه شدن داره، به سختی واکنش میده، به خاطر همین خیلی باحاله، بهش میگیم فلزات نجیب. کلا اونایی که واکنش میدن نجیب میشن. نمادش AU، عدد اتمیش هم 79. کل اطلاعات ایشون بود. خب در مورد نافلزات بچه گفتیم اگر 5, 4, 5, 6 یا 7 الکترون وجود داشته باشه توی لایه آخرشون، توی لایه آخرشون، اینقدر میخوام سریع بگم حرفو تو هم قاطی میشه بچه. من چند دقیقه شد؟ فیکس 50 دقیقه. خب که 50 دقیقه گذشت، من میخوام سریع تر جمع. دلم هم نمیاد نگم یه سری مباحثی، چون میخوام برید و نمره کامل رو بگیرید، پس مجبورم تون تون بگم. رسانه‌های الکتریسیته و گرما نیستن به جز کربن، که رسانه الکتریکیه فقط، سوتی ندیا، اونم تو حالت گرافیت، الماس نه. نقطه ذوب و چگالی پایینی دارن، بعد بختا شکننده و کدرن و در واکنش شیمیایی یا الکترون میگیرن میشن آنیون، یا الکترون به اشتراک میذارن و پیوند کووالانسی تشکیل میدن. خواص اکسیژن بچه ها 21% از هواکره رو تشکیل داده، به دو شکل O2 و O3 ساخته، O2 و O3 یافت میشه. اوزون تو لایه‌های بالای هواکره مانع از رسیدن پرتوی خطرناکه، تو لایه‌های پایین مضره. یادت باشه اکسیژن برای تنفس جانداران ضروریه. بس اکسیژن یکی از کاربردهاش تنفس جاندارانه، در ساختار بسیار از مواد کاربرد داره. خود اتم اکسیژن به شکل اوزون کاربرد چی داره؟ مانع از رسیدن پرتوی فرا و نفش میشه. میبینید بخواد یون بشه بچه‌ها دوست داره به چند تایی برسه لایه آخرش، به من میگین؟ نافلزات دوست دارن به 8 تایی برسن، برای به 8 تایی رسیدن دوست دارن الکترون بگیرن، دوستان الکترون بگیرن. چی کار باید بکنه؟ بچه 6 تا الکترون تو لایه آخرش داره، 2 تا تحویل میگیره از ایشون میشه 8 تا الکترون. پس وقتی 2 تا الکترون میگیره دوباره منفی گرفته، این الکترون ها منفی هن دیگه، به خاطر همین کنار نمادش می‌نویسن دوباره منفی. من مکانیزم یون شدن توی بخش دوم کامل توضیح میدم. کاربردهای سولفوریک اسید بچه صنایع خودروسازی، صنایع کشاورزی، کود شیمیایی، چرمسازی، تهیه رنگ، اینا همه استفاده میشه. خود نیتروژن رو بریم بررسی کنیم، گازی بیرنگ و بیبوه، قسمت اصلی هواکره است، 78% تشکیل میده. در تولید آمونیاک به کار میره بچه، خود آمونیاک هم در کودهای شیمیایی و منفجره و اینا کاربرد داره، یخسازی، مواد منفجره، کود شیمیایی. کاربرد آمونیاک رو بس ما اینجا گفتیم. نماد شیمیاییش N، عدد اتمیش 7 و به شکل دو اتمی یعنی N2 یافت میشه. یه چرخه تثبیت نیتروژن داریم بچه. چه اتفاقی میفته؟ نیتروژن برای رشد گیاهان که الزامیه، خب، و توی ساختار پروتئین هم وجود داره. حالا ببینید چه اتفاقی میفته بچه. نیتروژن توی سطح هواکره از طریق صاعقه تثبیت میشه، میاد روی سطح زمین وارد خاک میشه و از طرف دیگه یه سری جانداران ذره بینی میان این نیتروژن رو تثبیت میکنن، مصرف میکنن و تثبیت میکنن. انسان ها و موجودات هم که میمیرن لاشهشون باز هم نیتروژن تولید میکنه. من چرخه نیتروژن رو داره نشون میده. حالا اینو کامل بخونید متوجه میشین همچنین نیتروژن موجود در لاشه جانداران در خاک توسط باکتری ها تجزیه شده و مصرف گیاهان میرسه، خاک رو غنی میکنن. همچنین نیتروژن موجود در هواکره توسط صاعقه یا رعد و برق به ترکیبای دیگه از نیتروژن تبدیل میشه و به شکل باران وارد زمین میشه. مورد بعدی بچه ها گوگرده، کاربردهای گوگرد. پودری زرد رنگ در دهانه کوههای آتش فشان خاموش نیمه فعال یافت میشه. نماد شیمیاییش هم اس، ما میدونیم گروه 6 دوره 3. بریم اسلاید بعدی. بچه اینا همه مایت افسی دارن. فلور خیلی واکنش پذیره، گازی شکله، تنفسش سمیه، خمیر دندون. دقت کنید یون منفیشو یعنی فلورایدو میان به خمیر دندون اضافه میکنن تا از فرایند پوسیدگی جلوگیری کنن، دندون رو محافظت کنه. نمادش F9، عدد اتمیشه به شکل مولکول دو اتمی یعنی F2 هم یافت میشه. اینم ساختار یا مدل برشه.
کلور هم گاز زرد رنگه. اون بعد دقت کنید گوگرد زرد رنگ بوده، گوگرد جامدی زرد رنگه. گوگرد اینجا رو نگاه کنید، گوگرد پود یا جامدی زرد رنگه، نافلزه. کلور گازی زرد رنگه، تنفسش بازم عین فلور مسموم میکنه، نماد Cl عدد اتمی 17 بازم دو اتمی یافت میشه تو ساختار نمک خوراکی. خودش خیلی خطرناکه، سدیم هم خیلی خطرناکه، ولی وقتی با هم مخلوط میشن این ترکیب گوگولی به نام نمک خوراکی رو میسازن. برای ضد عفونی کردن آب کلا برای گندزدایی استفاده میشه، به خصوص آب صخرها. تولید اسید هیدروکلوریک اسید، این اسید رو باید اینجا بنویسیم، یعنی HCl یا جوهر نمک کاربرد داره. بچا های Cl بس چی شد؟ هیدرو کلوریک اسید. گوگرد می اومد H2SO4 می ساخت، سولفوریک اسید. اینا رو با هم قاطی نکنید. در تولید آفتکش هم کاربرد داره کلور. این کاربرد رو خودتون هم میتونید بخونید. فسفر عنصری نافلزی است که در ساخت ماده قرمز رنگ نوک چوب کبریت به کار میره، نماد شیمیاییش پی، عدد اتمیش 15. کربن نافلزی سیاه رنگ در گرافیت و الماس یافت میشه، نماد شیمیاییش کربنه و سیه و عدد اتمیش هم 6. شبه فلزاتی که گفته، یکی بره، یکی سیلیسیومه، یکی جرمانیومه که اینا رو باید حفظ باشین. خواص شیمیایی نافلزات رو دارن، یعنی چی؟ یعنی میان پیوند کووالانسی تشکیل میدن، اما ظاهر چی رو دارن؟ فلزات رو دارن. مثلا بعضی هاشون براقن، بعضی هاشون یه ذره رسانه الکتریکی دارن. پس ما میتونیم بگیم خواص فیزیکیشون تقریبا شبیه فلزاته، اما خواص شیمیاییشون شبیه نافلزاته. در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ شبه فلزات. این هم بچه نقش عناصر در بدن انسان. آهن در ساختار هموگلوبینه، سدیم و پتاسیم فعالیت‌های قلب و ماهیچه است، یود تنظیم فعالیت‌های سوخت و ساز بدن، توی تیروئید کاربرد داره، کلسیم هم که رشد استخوانه. درصد فراوانی عناصر در پوسته زمین، اکسیژن در پوسته زمین بیشتره، اما کلاً که آهن بیشتره، اینی که ما میدونیم. توی پوسته زمین اکسیژن بیشتره، بعد سیلیسیوم. تو بدن انسان هم اکسیژن بیشتره، توی هر دو اکسیژن بیشترین نقش داره. بریم سراغ حل سوالا بچه. نها کنید الان بهتون همه رو تقریبا اینجا گفتم، فهم من بخش اولش رو تکمیل کنم. اوزون O3 نوع عنصرش نوع اکسیژن داره، تعداد اتمایش 3 تایه. یه کاربرد بگیم مانع رسیدن پرتوهای خطرناک فرابنفش به سطح زمین میشه، محافظت از زمین. اسید سولفوریک یه کاربرد چرمسازیه، فرمول شیمیایی H2SO4 از H, S و O ساخته شده. تعداد اتماش 2 تا هیدروژن داره، 1 دونه گوگرد داره، 4 تا اکسیژن داره. با هم جمعش کن میشه 7 تا. انهایس آمونیاک بچه ها، نیتروژن هم که نیتروژنه، اسید نیتریک هم که H2O3، گوگرد هم که S8، اکسیژن که O2، این هم گاز کلوره. دو تا اتم داره، دو تا اتم داره، 8 تا اتم داره، 5 تا اتم داره، 2 تا و 4 تا. نوع عنصری که داریم NO H، نوع عنصر N H O N O S O و Cl. کاربرداش هم میتونید برین از صفحات قبل. حتما یه بار مرور کنید و بنویسین. دیگه من توضیح ندم. اکسیژن که مثلا تابلو برای تنفس جانداران استفاده میشه، یا مثلا گوگل برای ساخت سولفوریک اسید استفاده میشه، نیتروژن برای تثبیت، نیتروژن برای فعالیت گیاهان لازمه، آمونیاک توی کودهای شیمیایی استفاده میشه و کلور ضد عفونی کنندگی داره و اسید نیتریک هم به عنوان اسید توی صنایع مختلف کاربرد داره. بریم اینا رو به هم وصل کنیم بچه ها. سدیم چی بود؟ توی فعالیت‌های قلب نقش داشت. میگه هر کدوم از اینها رو به کاربردهاشون وصل کن. آهن ساختار هموگلوبین بود، کلسیوم رشد استخوان‌ها بود، یود تنظیم فعالیت‌های بدن بود، پتاسیم هم اضافیه. البته سدیم و پتاسیم با هم میتونن به فعالیت‌های قلب کمک کنن، ولی اینجا خب ما یه مورد اضافه داریم. سه عنصری که بیشترین درصد موجود در مواد تشکیل دهنده بدن رو دارن نام ببرید. بچه واقعا شوخی، من می‌خوام این حلش کنم. این سه
اکسیژن، کربن و هیدروژن. اینم حل. صحیح یا غلط بودنش رو می‌خوایم بررسی کنیم. سدیم فلزی مایع است، غلطه. فراوان‌ترین عنصر در بدن انسان کربن، غلطه. اکسیژن اکسیژنه. یکی از کاربردهای گاز کلر در آفتکش‌ها در کشاورزی، درسته. گوگرد جامدی قرمز رنگ؟ نه، گوگرد جامدی زرد رنگ. فسفر سر چوب کبریت استفاده می‌شد. می‌خواد اینو قاطی کنید با هم. گاز اوزون از مولکول‌های سه اتمی اکسیژن تشکیل شده، میگه نیتروژن. از فسفر و کربن در ساخت کبریت و نوک مداد استفاده میشه، درسته. یون آهن با بار دو بار مثبت، غلطه. میگه چهار بار مثبت. میگیرین چی میگم دیگه؟ من دارم درستشو بهتون میگم، فکر نکنید من دارم اینو میخونم. فرضم اینه که شما دارین اینا رو میخونید با من همراه. مثلا یون آهن با بار چهار بار مثبت یکی از یونهای ضروری و اساسی برای بدن است. نه غلطه، یون دو بار مثبت این کاربرد داره. پیشنهاد میشه برای افرادی که سن آنها بالای 50 سال است از رژیم کم نمک استفاده کنن. بخاطر اینکه فشار خونشون نره بالا. بخاطر اینکه سدیم باعث میشه که فشار خون بره بالا دیگه. این دلیل خاصی هم دلیلش زیست‌شناسیه که میتونید بعداً بریم بررسی کنیم. واکنش پذیری فلزات هم بررسی کنیم. واکنش پذیری فلزات هم بررسی کنیم. واکنش پذیری فلزات هم بررسی کنیم. خب بچه‌ها نگاه کنید، اغلب فلزات در جوار اکسیژن، یعنی در کنار اکسیژن ترکیب میشه و اکسید میشن، ولی سرعتشون فرق میکنه. میخوام ببینیم داستان واکنش پذیری چیه. یه استراحت کوتاه میکنیم، برمیگردیم و عملا در مورد واکنش پذیری بیشتر صحبت میکنیم. فصل دوم رو عملا شروع میکنیم. بچه‌ها یه استراحت کوتاه بکنید، شما یه ریلکس بکنید، یه رو مغزتون آروم بشه، بعد میتونید ادامه فیلم ها رو ببینید. بچه ها برگشتم با ادامه بحثمون. در مورد واکنش پذیری فلزات داشتیم صحبت میکردیم. گفتم در مورد این که فلزات ما در کنار اکسیژن اغلبشون اکسید میشن، ولی سرعت اکسید متفاوتی دارن. حالا داستان واکنش پذیری چیه بچه ها؟ حواستون رو خوب جمع کنید. ما تو واکنش پذیری همچین حالتی داریم. مثلا گونه AB به علاوه C میشه. این فلزه، خب طبیعتاً این اولی هم می‌نویسیم فلزه. کی این واکنش انجام میشه؟ خب حواستو جمع کن. کی این واکنش انجام میشه؟ که این فلز من واکنش پذیری یا زورش اینقدر باشه که بتونه اینو از جای خودش بندازه بیرون. یعنی بره جای این ایو تو ترکیب بگیره. بچه مثال همیشگی من اینه، فرض کنید یکی اینجا نشسته، یه دانش آموز اینجا نشسته. زور من بیشتر زور دانش آموز، البته زور من الان بیشتره دیگه. چی میگم؟ میگم پسر از اینجا بلند شو برو اونور بشی. قاعدتا از جاش بلند میشه، من میرم سر جاش میشینم. غیر اینه. بس واکنش پذیری هم داستانش اینه. شما اول باید سری واکنش پذیری رو بلد باشین. وقتی عذر میخوام، بعد سری واکنش پذیری رو بلد باشین، میتونید بفهمید که آیا این فلز سی از این واکنش پذیرتر است یا نه. یه جور دیگه هم میتونید واکنش پذیری رو یاد بگیرید. اگر این واکنش انجام بشه، یعنی بشه A به علاوه سی بی، سی رو باید اول بنویسید. نگاه کنید سی میاد جای A رو میگیره دیگه، A رو میندازه بیرون، A میشه تک و تنها. اگر این واکنش انجام شد، بازم میتونی چی بگی؟ بازم میتونی بگی واکنش پذیری سی از A بیشتره. اما اگر این واکنش گفت انجام پذیر نیست، تو نمیتونی بگی که سی واکنش پذیرتر از A. اگر انجام نشد اول بنویس سی اگر انجام میشد واکنش پذیرتر از A بود، حالا که انجام نشده واکنش پذیری A یا زور A بیشتر از سی بود. اینم از این. این میشه داستان واکنش پذیری. خب یکی از معروف ترین واکنش پذیری ها، یکی از معروف ترین واکنش پذیری ها، واکنش پذیری مثلا FE به علاوه CuSO4. بچه ما به CuSO4 یا مس دو سولفات چی میگیم؟ کات کبود. محلول ما آبی رنگه، حواست باشه. اگر گونه ای بیاد با این واکنش بده، این Cu رو میندازه بیرون، خودش میره جای Cu رو میگیره و عملا محصولی که داره تولید میشه دیگه آبی رنگ نیست. و به همین خاطر اگر دیدیم رنگ محلول کم رنگ تر شده، یعنی
واکنش پذیری این فلزی که اینجا داریم از واکنش پذیری سیو بیشتره. یعنی اگر رنگ محلول کم شد ما میگیم اف ای بزرگتر از سیو، اما اگر محلول بی رنگ باقی موند، محلول اگر به همون رنگ آبیش باقی موند هیچ تغییری نکرد، میگیم واکنش پذیری سیو از اون فلز بغلی بیشتره. اینو باید بریم توی تستا بررسی کنیم دیگه. بچه بقیه مباحث حفظیه دیگه. خب به طور کلی اگر بخوایم چیزی که کتاب گفته رو حفظ کنیم، واکنش پذیری MG از ZN و ZN از FE بیشتره. بر اساس چی؟ بر اساس اینکه محلول مس و سولفات رو سه تا تیغه توش میذاریم، منیزیم، آهن و مس. میخوایم ببینیم تو کدومشون میزان کاهش رنگ محلول ما بیشتره. میبینم بله توی منیزیم با CuSO4 میزان کاهش رنگ آبی بیشتره، بس منیزیم واکنش پذیرتر از ZN، ZN هم بزرگتر از FE. اما سری کاملش اینجا براتون نوشتم. به طور کلی فلزات گروه 1 از فلزات گروه 2 از فلز گروه 3 از ZN، FE و CU واکنش پذیرترن. برای نافلزا هم اینجا نوشتم. بچه باید نقطه توجه کنید، توی واکنش ها نافلزا میتونن جای نافلزا رو بگیرن و فلز ها میتونن جای فلز ها رو بگیرن. به چه شکلی؟ بریم با هم بررسی کنیم، چند مثال با هم بررسی کنیم. بچه سوال داریم اینجا، جدول میگه داده مربوط به گزینه B مربوط به گزینه P، میگه عنصرهایی که در هر ستون قرار گرفتن چه ویژگی مشترکی دارن در هر ستون. یک، خواص شیمیایی، و دومین ویژگی که دارن الکترون های لایه آخرشون، اینا ویژگی مشترکشون. با توجه به مدل اتمی عنصرهای سیلیسیوم، کلور و منیزیم مشخص کنید به کدام ستون تعلق دارن. من سیلیسیوم براتون رسم میکنم، لایه اول خودشون رسم کرده، لایه آخرش چند تا الکترون داره؟ 4 تا، میشه گروه 4. دیگه چی داریم؟ چند تا لایه داره؟ کلن 3 تا، بس دوره سوم میشه. برای بقیه هم به همین ترتیب حساب میکنید. سدیم فلزی جامد است که با آب و اکسیژن به شدت واکنش میده، از این رو بسیار واکنش پذیر است. تصویر زیر برخی ویژگی های این فلز را نشان میدهد. کدام یک از عنصرهای MG 12 یا Li3 ویژگی های شبیه سدیم دارند؟ بچه ها نکنید، در اینجا نشون میده که سدیم واکنش پذیری زیادی داره. اوکی، حالا میگه بر اساس این به من بگین کدوم یکی از این فلزات منیزیم یا لیتیوم خواص و ویژگی‌های شبیه سدیم داره. بچه ها قطعاً باید جواب ما اینجا لیتیوم باشه. چرا؟ چون لیتیوم همگروه سدیمه و همگروه ها توی خواص شیمیایی و واکنش پذیری شبیه هم بودن. گرفتین چی شد دیگه؟ وقتی میگه شبیه به هم باشن باید برین عملا اون ترکیبی رو پیدا کنید، اون عنصری رو پیدا کنید که همگروه باشه. به سوال جالب میرسیم، میگه با توجه به واکنش روبرو نظر شما در مورد واکنش پذیری مس و آهن چیه؟ بچه این واکنش انجام شده، بس اونی که تک و تنهاه، اونی که تو ترکیب بوده رو بیرون کرده، بیرون کرده دیگه، یعنی زورش بیشتر بوده، بس میتونیم بگیم واکنش پذیری اف ای بزرگتر از سی ای. استدلال کردیم، اگر انجام پذیر نبود این روند بزرگتر کوچکتری عکس میشد. اینم نمونه از واکنش پذیری. میگه اگر پودر فلز آلومینیوم را روی شعله بریزیم به شدت میسوزد، ولی اگر پودر نقره را روی آتش بریزیم اتفاقی نمیافتد. از این پدیده چه نتیجه میتوان گرفت؟ که واکنش پذیری آلومینیوم از واکنش پذیری نقره بیشتر است. همین. بعدی میگه لیتیوم شیسته فلزی است که با آب به شدت واکنش میده، این همون سوال قبلی مونه. این فلز با فلز بریلیوم در یک ردیف و با فلز سدیم در یک ستون قرار دارد. کدام یک از دو فلز اشاره شده مانند لیتیوم در آب واکنش شدید میدهد؟ این بار جواب سدیمه. چرا؟ چون بازم همگروهن و همگروه ها خواص شیمیایی مشابهی دارن. میبینی سوالی که به ظاهر براتون خیلی سخت بود چقدر میتونه آسون باشه اگر مفهوم گروه و دوره و اینها رو کامل بفهمی. سوال بعدی خیلی جالبه، میگه این ABC
محل کادر کبود داخلشون بوده، اومدیم سه تا تیغه ABC بهش اضافه کردیم. اوکی، میگه حالا بگو بر اساس واکنش پذیری کدومشون منیزیومه، کدومشون روی، کدومشون آهنه، کدوم منیزیوم، کدوم روی و کدوم آهن. بچه اول که همه آبی هن، ولی از کاهش میزان کاهش رنگ اینها ما میتونیم بفهمیم که ABCD چیه. شما قبول داریم واکنش پذیریه، سری واکنش پذیری اینجا داشتیم دیگه، MG بزرگتر از بالا نگاه کنید، براتون آوردم اینجا MG بزرگتر از ZN بزرگتر از F. قبوله؟ خب یعنی منیزیوم باید بیشترین کاهش رنگ رو داشته باشه و آهن باید کمترین کاهش رنگ رو داشته باشه، چون واکنش پذیری کمتری داره دیگه. بس من میتونم بگم B میتونه آهن باشه، این سی که از همه کم رنگ تره میتونه منیزیوم باشه و ای که بینابین این دوی میتونه ZN باشه. گرفتین چی شد دیگه؟ بر اساس کاهش رنگشون، هرچه کاهش رنگ بیشتر، واکنش پذیری عنصری که با کاد کبود داره واکنش میده میشه بیشتر. اینم از میگه در ظرفی از جنس روی کدام یکی از مدلای زیر را نمیتوان نگهداری کرد. این سوال سوال لول بالای خدای بچه. نگاه کنید، این یه ظرفه از جنس روی. چی میتونیم داخل این نگه داریم؟ گونه ای که با زد ان من واکنش نده. آقا چرا واکنش نده؟ اول اینو بنویسید، باید با زد ان واکنش ندهد، باید با زد ان واکنش نده. آقا چرا زد ان نوشتیم؟ به خاطر اینکه این از جنس زد ان دیگه، این سیستمی که ما داریم از جنس زد ان. بریم بررسی کنیم بچه. من میخوام اینجوری بهتون بگم، اگر ZN با AB واکنش بده ما دلمون نمیخواد واکنش انجام بشه. اینو قبول دارین یا نه؟ ما دلمون نمیخواد واکنش انجام بشه، یعنی نمیخوایم ZN جای A رو بگیره، یعنی نمیخوایم واکنش پذیری ZN بزرگتر از A باشه. قبول دارین یا نه؟ بس باید دنبال فلزی بگردیم که واکنش پذیریش از ZN بیشتر باشه. یه بار دیگه استدلالم رو بگم، چون این ظرفمون جنس رویه، من نمیخوام چیزی که داخل این ظرفمون قرار گرفته بیاد با ZM واکنش بده. اگر قرار باشه ZM با اون محلول واکنش بده، باید کاتیونش رو بندازه بیرون. ما نمیخوایم کاتیونش رو بندازه بیرون، بس دلمون میخواد واکنش پذیری ZN از اون A کوچیک‌تر باشه. بریم ببینیم که کدوم یکی از اینها واکنش پذیری کمتری دارن. اونها رو نمیتونیم نگهداری کنیم، اونایی که واکنش پذیری بیشتری دارن میتوان نگهداری کرد. بچه فقط به کاتیونش نگاه میکنید، کاد کبود مس داره بچه، نمیتونیم نگهداری کنیم چون مس واکنش پذیری کمتری از روی داره. اون سری که بالا نوشته بودم و لطفاً بلد باشه. آهن هم واکنش پذیری کمتری از روی داره، آهن هم نمیتونیم نگه داریم. منیزیوم میتونیم نگه داریم. چرا بچه؟ چون منیزیوم هر کاری کنید توسط ZN بیرون برو نیست. نقره که اصلا بچه، نقره جزء فلزاتی که خیلی واکنش پذیری کمی داره، سدیم هم جزء فلزات واکنش پذیره و روی نمیتونه اون از اون ترکیب بندازه بیرون. بریم سوال بعدی. در پرتوهایی که از خورشید به کره زمین میرسد، پرتوهای پر انرژی خطرناک فرابنفش برای زندگی موجودات تهدید به شما میاد، چه عاملی باعث حفاظت کره زمین در برابر پرتوها میشود؟ اوزون بچه، در لایه استراتوسفر یا لایه بالایی میاد پرتوی فرابنفش رو جذب میکنه، یه فعل و انفعالاتی انجام میشه، دوباره اوزون تولید میشه، این بار پرتوی فروسرخ رو تولید میکنه. فروسرخ کم انرژی از جنس گرمای، اما فرابنفش پر انرژی و نابود میکنه اگر به زمین وارد بشه. به همین خاطر این تبدیل فروسرخ عملا باعث میشه که پرتوهای پرخطر به کم خطر تبدیل بشن. بخش آخر این فصل هم در مورد انواع پلیمرها صحبت میکنه بچه، اومدم براتون کامل و جامع توضیح دادم. دقت کنید، ما دو مدل پلیمر داریم، طبیعی و مصنوعی. اصلا پلیمر حالا چی؟ ما
ما یه سری ترکیبات داریم درشت مولکول. این درشت مولکول ها دو تا دسته میتونن باشن، یا آرایش منظم و تکرار شونده ای از واحدهای ریزتر کنار هم داشته باشن، یعنی مثلا الگوش این شکلی باشه: مثلث مربع دایره، مثلث مربع دایره، اینا هی تکرار بشه، میلیون تا از اینا، هزار تا از اینا کنار هم تکرار بشه. این درشت مولکول من که درشت مولکول میدین تعریفش چیه دیگه، مثلا بیشتر از 2-3 هزار تا اتم داشته باشه، 200-300 تا نه 2-3 هزار تا بیشتر، زیاد اتم، جرم مولی بالایی هم داشته باشه، جرم زیادی داشته باشه، یه واحدش جرم زیادی داشته باشه، کاری نداریم. اگر واحدهای تکرار شونده توی درشت مولکول منظم باشن میشه پلیمر، اگه نامنظم باشه، یعنی هیچ واحد تکرار شونده ای نداشته باشه، بهش میگن غیر پلیمری. خود پلیمرها دو دسته داریم: طبیعی، مصنوعی. طبیعی اینه چی بچه؟ اینا حفظی هم، باید حفظشون کنیم، اینه سلولوز، اینه پروتئین ها، اینه پنبه، اینه نشاسته، اینه پشم جانوران و موم زنبور عسل. گلوکوز پلیمر نیست، سوتی ندی، چون درشت مولکول نیست. چرا میگم گلوکوز؟ چون بچه ها فکر میکنن چون موم زنبور عسل از گلوکوز ساخته شده، به خاطر هم گلوکوز هم درشت مولکوله، پلیمره نه. و نکته بعدی اینه بچه ها، سلولوز توی کتاب درسیتون از یک سری واحدهای شیست ضلعی ساخته شده که همون گلوکوزن، یعنی شکل واحدهای سازندش شیست ضلعیه، به خاطر بسپارین لطفا. حالا اگر غیر پلیمری باشه، یعنی همینجوری برای خودش خنکی کنار هم یه سری مولکولا قرار گرفتن، هموگلوبین میتونه باشه، هموگلوبین با این که از جنس پروتئینه اما یک ترکیب درشت مولکول غیر پلیمریه، چربی‌ها استروئیدام میتونه باشه. حالا این غیر پلیمری مصنوعی چیه؟ بستگی به فرمولش داره، باید بررسی کنیم. اما ما یه سری پلیمر مصنوعی هم داریم، این پلی استر، این کولار، این پت، بطری آب معدنی، اینا همه از این موارد هستن. بچه ما دوست نداریم از پلیمرهای مصنوعی استفاده کنیم، به خاطر اینکه یه معایبی دارن. هم اولا راحت تجزیه نمیشن پلاستیکا، دوم اگر بخوان تجزیه بشن بسوزونیمشون، CO2 وارد هوا میکنن که باعث ایجاد گازهای گلخانه‌ای میشن. طبیعی، مواد طبیعی از موجودات زنده، از بدن موجودات زنده، گیاهان یا جانوران به دست میاد. و پلیمرهایی که در فرآیند شیمیایی یا پتروشیمی تشکیل میشن، پلیمرهای مصنوعی جا میگیرن. بیاین اینجا بچه‌ها خوب توجه کنید، نمودار زیر نوعی طبقه بندیه، میگه حالا تو هر کدوم از این بخش کدوم یکی از این ترکیب ها جا میگیره. ریز مولکول اینه چی بچه ها؟ ریز مولکول اینه چی؟ سلولوز که نیست، چربی که نیست، مثلا آب ریز مولکوله، یه H2O دیگه، آمونیاک ریز مولکوله، اکسیژن ریز مولکوله، اما هموگلوبین، نشاسته، گوشت، چربی، اینها چی هن؟ بگین اینها طبقه بندی درشت مولکول داریم. حالا تو درشت مولکول هم میگه اونایی که بسپار دارن رو انتخاب کن. بچه چربی ها درشت مولکولی بودن که بسپار همون پلیمره، همون تکرار شونده منظمه. چربی ها جز بسپار ها بودن؟ نه. سلولوز بود، ولی سلولوز رو بس بنویس. هموگلوبین بود؟ هموگلوبین نبود. تو غیر بسپار باید بنویسی هموگلوبینو. چربی رو باید اینجا بنویسی، همون طبقه بندی قبلیمه. یا مثلا نشاسته رو باید اینجا بنویسی. فقط میخواد طبقه بندی کنی، بس حفظ کردن این طبقه بندی بالا از واجبات بچه ها. دو تا سوال دیگه مونده بچه ها، این بخش اول کلن تموم بشه. میگه تخمرخا در نهر سلیوان سالمن، مایعات در نهر لیوان را مشخص کن. بچه اینجا داستان چیه؟ داستان چگالیه. زمانی که آب با نمک جمع میشه چه اتفاقی میفته به من بگین؟ اولین اتفاق اینه که نقطه جوش میره بالا، نقطه انجماد برای اون مایه میاد پایین، چگالیش هم بچه زیاد میشه. مثلا تو بحرالمیت یا دریاچه‌ای که آب شور دارن، آدم روی دریاچه میمونه چون چگالی آب بالاست. بس اینی که میبینید الف تخمر بالا مونده، میتونید بگید مخلوط آب و نمکه. میگه میتونه دو مایه تو ظرف باشه، مایه به نصف پایینیش آب و نمکه، نصف بالایش آبه، چون چگالی تخمر از آب بیشتره و جیم کلن آبه، بخواد اینکه تخمر رفته ته ظرف. یادتون باشه چگالی با سبکی با سنگینی مترادفه. وقتی میگیم
چگالی آب نمک از چگالی تخم مرغ بیشتره یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی سنگین تر آب نمک میره پایین، تخم مرغ بالا میمونه. بریم آخرین سوال فصل اول بررسی کنیم کدام یک از موارد نافلز است. میخواستم بگم که اینجور سوال هم قطعا شما دارین بچه. بر شبه فلزه، آلومینیوم فلزه، برلیوم فلزه، جی آ فلزه، منیزیوم فلزه. عملا ما تو این ساختار خودمون نافلز نداریم. سوال انحرافی هم براتون آوردم. بریم سراغ بحث بعدی توی بخش دوم شب امتحان سال نهم. ما چی داریم؟ در مورد ساختارهای یونی طبقه بندی میکنیم، فرمول نویسی یونی رو یاد میدیم بهتون، فرمول نویسی مولکولی صحبت کوتاه در موردش میکنیم، خواص یونها و خواص مولکولها رو صحبت میکنیم و سوالات مربوطش رو حل میکنیم. بچه‌هایی که فقط فصل یک رو امتحان دارن میتونن از همین محتوا استفاده کنن. بچه حتما حمایت کنید، پست رو برای دوستاتون بفرستین، پکیج رو واسه دوستانتون بفرستین، کانال وبلاگ ما رو معرفی بکنید. شاید ذره ای از زحمات تیمی که داره کار میکنه برای تولید این محتوا جبران بشه. بدونید خیلی دوستتون دارم و براتون بهترین ها رو توی آزمون پیش رو آرزو میکنم. فعلا خدا نگهدارتون.